مردم آزادی خواه، مردم برابری طلب، مردم به پا خواسته، گرمترین سلام ها و درود های من را نیز بپذیرید. چند روز گذشته شما فصل جدیدی را در مبارزاتتان برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی، سرنگونی رژیم به دستان پرتوان و اعتراضی خودتان با اتکا به قیام و خیزش انقلابیتان آغاز کردید. به شما از صمیم قلب درود می فرستم و دستتان را می فشارم. برای شما، برای ما، برای همگی من آرزوی موفقیت می کنم. آنچه شما از روز جمعه 24 آبان آغاز کردید، حلقه تعیین کننده دیگری در مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و در ادامه قیام و خیزش انقلابی شما در دیدماه 96 است. این اعتراضات در مقابله با گران کردن 300% قیمت بنزین آغاز شد، اما همه می دانند، آنها می دانند، ما می دانیم که هدف اکنون کلیت نظام هار اسلامی است. هدف کلیت رژیم سیاه و ضد انسانی سرمایه و اسلام در ایران است و این مبارزات تا سرنگونی کلیت نظام اسلامی، گاه آشکار و پنهان، گاه گسترده و محدود، گاه با خیزش و قیام، گاه با اعتصابات و اعتراضات سراسری و خیابانی و سرانجام با قیامی پیروزمند ادامه خواهد یافت و حکم تاریخی شما مردم به پا خواسته را برای پایان دادن به نظام هار اسلامی تضمین خواهد کرد. مردم آزادی خواه، مردم برابری طلب، اعتراضات شما تا همینجا صحنه های پرشوری از جسارت انقلابی، درایت سیاسی و بلوغ اجتماعی را در مقابل یکی از وحشی ترین حکومت های معاصر به نمایش گذاشته است. در مقابل شما نیز رژیم هار اسلامی با تمامی توان سرکوبش به میدان آمده است. از نیروهای امنیتی، پلیس، بسیج، سپاه، آتش به اختیارها، اوباش لباس شخصی ها و کلیت اوباش حاکم بر جامعه از هر دو جناح برای شما خط و نشان می کشند. اما خط و نشان کشیدنهایشان ناشی از حراسشان است. به لرزه افتادند. شما زمین را زیر پایشان داغ کرده اید. تهدید می کنند، تیراندازی می کنند، می کشند، دستگیر می کنند، وعده و وعید می دهند، اما عاجز و ناتوانند. می دانند که پایان عمر سیاهشان آغاز شده است و این مبارزات آغاز پایان عمر سیاه حکومت اسلامی است. مردم آزادی خواه، مردم برابری طلب، شما می توانید این نظام، این رژیم سیاه اسلام و سرمایه را سرنگون کنید. شما می توانید دستگاه سرکوب رژیم اسلامی را فلج کنید. شما می توانید این اوباش را در مقابل اعتراضاتتان با قدرت متحد و همبسته تان فراری دهید. شما می توانید به طرف زندان ها بروید، درهای زندان ها را بشکنید، عزیزانتان را آزاد کنید. شما می توانید زندانیانمان را آزاد کنید، بر شانه هایتان گلبارانشان کنید و جشن پیروزی بگیرید. شما می توانید جلوی دستگیری عزیزانمان را بگیرید. شما می توانید آینده را بسازید. شما می توانید به تمامی زشتی ها، به تمامی نابرابری ها، به تمامی بیعدالتی ها، به تمامی استبداد ها، به تمامی زن ستیزی ها، به تمامی حاکمیت اسلام و سرمایه بر جامعه و سرنوشت و شؤونات خودمان پایان دهید. شما می توانید سهم خودتان را از زندگی و آینده طلب کنید و آینده را با اعتراضات خودتان امروز بسازید. مردم آزادی خواه. اما در گرماگرم اعتراضات و قیام نیز باید برای پیشروی طرح و برنامه داشت. باید پیشروی و پیروزی را تضمین کرد، باید سازمانش داد، باید هدایتش کرد. و سوالات اساسی این است که کدام حلقه ها را باید در دست گرفت، کدام شعارها را باید هر روز فریاد زد، کدام مطالبات را باید طلب کرد، کدام اشکال اعتراضی را باید در دستور قرار داد، کدام اشکال سازماندهی را برای پیشروی و تضمین پیروزی باید در دست گرفت و در دستور گذاشت، چگونه باید متحد کرد، چگونه باید سازمان داد، چگونه باید هدایت کرد، چگونه باید
پیشروی و پیروزی را تضمین کرد. از شعارها آغاز می کنم. شعارهای ما فشرده مطالبات و آرمان و آرزوهای ماست. ما حکومت اسلامی نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم حکومت اسلامی سرنگون سرنگون. ما حکومت فقر و فلاکت و بیخانمانی نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم حکومت فلاکت، حکومت فقر، حکومت بیخانمانی سرنگون سرنگون. ما حکومت ضد زن نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم مرگ بر این حکومت ضد زن. ما حکومت سرکوب و استبداد نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم مرگ بر این حکومت استبدادی. ما حکومت تبعیض و نابرابری نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم مرگ بر حکومت تبعیض و نابرابری. ما حکومت اعدام و زندانی سیاسی نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم مرگ بر حکومت اعدام. ما حکومت دزدان و غارتگران و چپاولگران و استثمارگران را نمی خواهیم. پس باید فریاد بزنیم مرگ بر حکومت غارتگران و استثمارگران. و اما در کنار این شعائر باید در عین حال اعلام بکنیم که چه می خواهیم و برای چه آینده‌ای مبارزه می کنیم و هدفمان از سرنگونی رژیم اسلامی استقرار کدام نظام، کدام آینده، کدام حکومت است. ما در یک کلام حکومتی مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه، خوشبختی، سعادت همگان می خواهیم. ما حکومتی سکولار می خواهیم. حکومتی مترقی، پیشرو، آزاد، برابر، امروزی، انسانی. ما حکومتی ضد استثمار می خواهیم و در یک کلام حکومتی متضمن آزادی و برابری و رفاه همگان در جامعه، یک جمهوری سوسیالیستی. به سازماندهی برسیم. بدون سازماندهی، بدون متحد کردن، بدون رهبری کردن، بدون در دست قرار دادن اعتراضات مشخص نمیتوان پیروزی را تضمین کرد، نمیتوان پیروزی را از آن خود کرد. دستاوردهای من را پس میگیرند، تعرض میکنند. پس باید متحد بشیم، پس باید سازمان دهیم، پس باید هدایت کنیم، پس باید رهبری کنیم. برای سازماندهی اعتراضات خیابانی فعالین هر محله‌ای باید شوراهای سازماندهی اعتراضات خود را شکل دهند. این شوراها باید در برگیرنده فعالین اعتراضات خیابان و محله باشند. این شوراها باید برای هر اعتراضی از پیش سازماندهی کنند، از پیش شعارها را تعیین کنند، از پیش مکان اعتراض را تعیین کنند، از پیش زمان اعتراض را تعیین کنند، از پیش زمان متفرق شدن را تعیین کنند، فرمان پیشروی بدهند، فرمان پسروی بدهند، مبارزات را سازماندهی و هدایت کنند. شوراهای سازماندهی اعتراضات خود را در محلات شکل دهید، محله را از کنترل اوباش و اسلامی و بسیج و نیروها و انتظامی و پلیس سرکوبگر خارج کنید. جنبش‌های اصلی باید دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری بزنند. کارگران، مجامع عمومی خودتان را تشکیل دهید در همبستگی با اعتراضات. برای سازماندهی اعتصابات کارگری با قدرت و اهرم اعتصاب کارگری به میدان بیایید. اعتصابات خود را سازمان دهید، آغاز کنید. پشتوانه مبارزات خیابانی و قدرت اعتراضی مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بکنید. معلمان، دست به اعتصاب سراسری بزنید. شما تا تاریخ تاکنونیتان مملو از اعتراضات سراسری است. بار دیگر زمان آن فرا رسیده است که در پهنای جامعه ایران فراخوان اعتصاب سراسری بدهید. دانش آموزان، دانشجویان باید دست به اعتصاب زد، باید در اعتراضات خیابانی متحد و سازمانده با شعارهای سیاسی روشن و برای اهداف روشن به میدان آمد. رانندگان کامیون، شما می توانید رژیم جمهوری اسلامی را در کنار اعتصابات کارگران، در کنار اعتصاب معلمان، در کنار اعتصاب بازنشستگان، جانش آموزان و دانشجویان فلج کنید. پیوند اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری و اعتصابات معلمان و پرستاران حلقه مهمی در پیشروی و پیروزی جنبش سرنگونی انقلابی بر علیه جمهوری اسلامی است. مردم آزادی خواه،
شما می توانید کار رژیم جمهوری اسلامی را تمام کنید. شما می توانید بساط این اوباش را بر بچینید. شما می توانید در همبستگی با مردم عراق، با مردم لبنان، خاورمیانه دیگری شکل دهید، خاورمیانه‌ای که در آن بساط اسلام سیاسی و رژیم اسلامی برچیده شده باشد. شما می توانید جامعه آزاد، برابر، انسانی، مرفه، شایسته انسان امروز بسازید. برایتان یک بار دیگر آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم، به امید پیشروی ها، به امید پیروزی نهایی، به امید سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار نظامی که متضمن آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان، یک جمهوری سوسیالیستی باشد. به امید آن روز، آن روز دور.